ارتش اسرائیل روز دوشنبه حمله‌های هوایی علیه مواضع حزب الله را در پایتخت لبنان بعد از صدور هشدار تخلیه در بعضی محله‌های جنوب بیروت از سر گرفت. این حمله‌ها یک روز پس از حمله‌های موشکی سنگین از لبنان به مناطق شمالی و مرکز اسرائیل صورت گرفته. در همین حال دولت عراق از آنچه احتمال حمله تلافی جویانه اسرائیل علیه گروه‌های شبه نظامی به خاک آن کشور خواند ابراز نگرانی کرد. مسعود ملک با جزئیات بیشتر. حمله های شبانه اسرائیل به جنوب بیروت چند ساختمان را که هشدار تخلیه آنها پیشتر صادر شده بود تخریب کرد. از تلفات احتمالی بمباران منطقه زاهیه که مقر حزب الله در پایتخت لبنان محسوب می شود در نخستین ساعت دوشنبه هنوز گزارشی منتشر نشده. ارتش اسرائیل می گوید مراکز فرماندهی گروه حزب الله را هدف قرار داده است. حمله اسرائیل به یک مرکز فرماندهی حزب الله در مرکز بیروت در روز شنبه دست کم 29 کشته به جا گذاشت. مدارس و دانشگاه‌ها و مؤسسات فنی در بیروت به خاطر آنچه وزارت آموزش لبنان شرایط خطرناک عنوان کرده در روز دوشنبه تعطیل اعلام شده. حزب الله گروه برخوردار از حمایت جمهوری اسلامی روز یکشنبه ادعا کرد با انجام ده‌ها حمله مواضع نیروهای اسرائیلی در خاک آن کشور را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز یکشنبه 250 پرتابه به خاک آن کشور شلیک شده است. بنا به گزارش‌ها حمله‌های موشکی و پهپادی روز یکشنبه به شمال و مرکز اسرائیل از جمله در حیفا و حومه تل‌آویو سبب تخریب ساختمان‌های مسکونی شد و دست کم 5 زخمی به جا گذاشت. نبرد اسرائیل و حزب الله در لبنان در حالی شدت گرفته که در نوار غزه باران و سرما هزاران فلسطینی از جمله زنان و کودکان ساکن اردوگاه‌های آوارگان را تهدید می‌کند. ما از بمباران‌ها و محاصره در شمال جان سالم به در بردیم، اما امروز باران و سرما داره می‌کشتمان. دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل درباره آنچه گرسنگی فزاینده در مرکز و جنوب غزه عنوان می‌کند، هشدار داده و می‌گوید شرایط جنگی و اعمال محدودیت‌های اسرائیل به ویژه در هفته‌های گذشته شرایط انتقال غذا و کمک‌های ضروری به این مناطق را دشوار کرده است. جنگ اسرائیل علیه حماس ده‌ها هزار کشته به جا گذاشته و بخش عمده ساکنان نوار غزه را آواره کرده است.